ان الله يحب التوابين. الله توبه کنه ده ها را دوست داره. ما که رفیق ما را دوست داشته باشه، اگر رفیق محبوب ما را دوست داشته باشه، خیلی خوش ما میه. محبوب تر از الله خود دیگه وجود نداره. یکی تو دوست و محبوب خدا انتخاب شی، توسط توبه انتخاب میشی. ان الله يحب التوابين، الله توبه کننده ها را دوست داره. ای آیه خیلی جالب است. خب حتما کسی که توبه میکنه گناه کرده، همین گناهکار توبه کننده را الله دوست داره. نافرمانی از الله کرده دوستت دار، میگه توبه کن. این اگر عمق آیه را متوجه باشیم، بطن آیه را متوجه باشیم، چی معنا داره؟ میگه من دوستت دارم، خب به شرطی از این که تو بازگشت بکنی، رجوع بکنی، بگوی من اشتباه کردم. حتی کسی که میگه توبه میکنه، آیت قرآن کریم در سوره فرقان آمده، الا من تاب و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله متعال گناه های اینها را به حسنه تبدیل میکنه، به نیکویی تبدیل میکنه. 60 سال اگر انسان گناه میکنه، بعد از 60 سال یک فرصت برش مساعد میشه که توبه بکنه. الله متعال 60 سال گناهی از زیر به ثواب تبدیل میکنه با توبه ازی. اینی از کمال مهربانی. شاید اگه انسان ببخشد اما فراموشش نمیشه، از الله متعال تو معامله نیست، هم حذفش میکنه اگر عفو خواسته باشه از الله متعال، هم از کتابچه ایت پاکش میکنه، هم او رو به حسنه تبدیل میکنه. خیلی دروازه گسترده هست، وسیع هست و باز هست. حالا یک نفر میگه من رشوتم خوردم، زنا هم کردم، سود هم از من نمانده، قمارم نمانده، چرس و تریاک و هیروین و مواد مخدر و نافرمانی پدر و مادر و دوری از فرامین الله متعال و به هزارها و هزارها گناه و معصیت را مرتکب شدیم، آیا راه بخشش وجود خواهد داشت؟ مگر این آیه چی معنا داره که ان الله یغفر الذنوب جميعا؟ الله متعال همه گناه ها را میبخشه. این کلمه همه چی معنا داره؟ ابتدای آیه همین قسم است که یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله ناامید نشوید. ناامید کافر ناامید میشه. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. قوم کافر، قوم ناسپاس به خدا اونها است الله ناامید میشن. تو چرا ناامید هستی؟ تو رو الله زندگی بخشیده، تو رو الله انسان خلق کرده، اشرف مخلوقات، تو رو با بهترین صورت خلق کرده، تو رو مسجود ملائکه گشتانده، تو رو خلیفه خود در روی زمین گشتانده، برای تو پیامبران رو روان کرده، به خاطر تو کتاب ها رو نازل کرده، آفتاب به خاطر تو حرارت میده، زمین به خاطر تو فرش شده، آرام بودن شب به خاطر تو هست، روشن بودن روز به خاطر تو هست، ملائکه حفظه به خاطر تو هست، نعمت های گوناگون و رنگارنگ به خدمت تو هست. مگرم الله متعال که این چیزها را ازش نخواسته بودی به تو داده، آیا از الله اگر توبه بخواهی و استغفار بخواهی نخواد بخشید؟ خطا کردیم، اشتباه کردیم، نافرمانی کردیم، رسوای ما نکرد، اگر بندگی کنیم چی خواد کرد؟ اگر توبه کنیم چی خواد کرد؟ خیلی یک معامله زیبا داره الله با بنده های خود. خیلی یک الله زیبا هست، خیلی زیبا هست. میگه اگر توبه نمیکنی، فرصت توبه را برات مساعد میکنم. من فرصت برات مساعد میکنم، خود تو توبه بکن. این فرصت عرفه را تو مساعد نکرده، الله مساعد کرده. امروز روزی هست که شیاطین برای خود خاک میاندازه، که امروز دستاورده های هزارها و صدها هزار انسان که من اونها رو به گمراهی کشاندم، اونها رو از اللهشان دور کردم، امروز الله متعال اونها رو از جهنم نجات میبخشه. امروز روز خاک پاشیدن شیطان بالای خودش است و امروز روزی هست که الله متعال بالای بنده های خود افتخار میکنه. امروز تو روزی هست، این فرصت الله برات مساعد کرده. مگرم دوستت نداره، توبه قدر یک دروازه وسیع و گسترده و فراخ داره. آیات قرآن کریم بود در مورد توبه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. میگه اگر شما گناه کنید، خوب دقیق متوجه باشید، لو اخطأتم، اگر گناه کنید و یه گناهتون حتى تبلغ خطاياكم السماء و یه گناهتون تا به آسمان ها برسه،
ثم توبتم، بعد شما توبه بکنن، لتاب الله علیکم، الله متعال توبه شما را میپذیره. یه حدیث را ابو هریره از رسول الله روایت کرده و یه حدیث در ابن ماجه نقل شده. مگرم گناه تو تا کجای آسمان ها را هست؟ شیطان قسم یاد کرده که فبعزتک لاغوینهم اجمعین، بعزتت قسم پروردگار که تمام بنده های تو را گمراه میسازم. الله چی یاد میکنه؟ قسم الله را متوجه بشون، گفت بعزت ما قسم که تا زمانی که اینها استغفار بخواهن، اینها بخشش از ما طلب کنن، ما هم میبخشمشون، دستت آزاد باشه. او میگه من به عزتت قسم من اینها رو گمراه میکنم. الله میگه به عزت من قسم که من میبخشمش. نافرمانی کنه از من، خود توبه. وقتی که نافرمانی کرد بخشش بخواه، اشتباه کردم. دعای ملائکه مقرب خدا و کسایی که در ماحول عرش قدم میزنن و در ماحول عرش هستن، حاملای عرش هستن، اونا هم برای شما دعا میکنن، برای مؤمنین. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. برای انسان های توبه کار ملائکه هم دعا میکنن که الله اینها رو ببخش. یعنی الله برش زمین رو مساعد کرده که برای اینها بگویه که بنده های توبه کار برای اینها شما استغفار طلب بکنه. استغفارم از ملائکه باشه و قبول کننده هم الله باشه، کجا رد خواهد شد؟ اون معصوم ملائکه، لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون، معصوم هستن و اونها دعا میکنه برای مؤمنینی که از الله استغفار طلب میکنه که الله اینها رو ببخش. اونها که دعا بکنه و قبول کنندهش الله باشه، هیچگاه جای برای رد دعا نیست. پیامبرا توبه کردن، از لغزش و خطایی که ازشان صورت گرفت اونها توبه کردن. و عصا آدم ربه فغوا ثم اشتباه ربه فتاب. ما اینها را بنده برگزیده خود انتخاب کردیم، اینها توبه کردن. بی حوا و آدم علیهم السلام اینها توبه کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگارا ما بالای نفس خود ظلم کردیم، ما خدا را متهم نمی کنه. موسی علیه السلام وقتی قبطی را با سلی زد یا با بوکس زد، خطایی و از بین رفت، بعدش میگه اینی ظلم تو نفسی، ما بالای نفس خود ظلم کردم، فغفر لی مرا ببخش. موسی علیه السلام کسی است که با خدا هم کلام شده. یونس علیه السلام در داخل شکم ماهی میگه لا اله الا انت سبحانک، هیچ معبودی بر حق نیست بغیر از تو، سبحانک پاکی است تو را یا الله، اینی کنت من الظالمین، من ستمگار هستم، من ظلم کردم بالای خود. داود علیه السلام یک در مورد دو خصمی که دو کس که جنجال میکنه با عجله فیصله میکنه و خوب متوجه نمیشه که کدام بر حق است، عجله شد در فیصله ازش، در سوره زمر داستان ذکر شده. بعدش دعا میکنه که الله داستانی از او رو بیان میکنه، فاستغفر ربه و خر راکع و اناب، از الله خود بخشش خواست و افتاد برای الله متعال، رکوع کننده و انابت کننده و رجوع کننده به سوی الله متعال. پیامبرا هم الگوی بازگشت و رجوع و توبه به سوی الله هستن، به ما یاد میدن که به شما هم توبه بکنه. رسول ما صلی الله علیه و آله میفرمایه، میگه یا ایها الناس، ای مردم، توبوا الی الله، برگردن به سوی خدا. فانی اتوب الی الله فی الیوم 100 مره، ما به سوی خدا روزانه 100 دفعه بازگشت میکنم و در یک روایت ما 70 دفعه از الله بخشش میخواهم. ما شما فقط بخشش ما بعد از نماز 3 دفعه استغفر الله گفتن است، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. او رو وقتی که هم میگم فکر ما طرف دکان است که حالا مشتری در کجا استاد خود بود، لیست مشتری چه قسم شده باشه. اما رسول الله از کمال اخلاص شب و روز، در شب و روز خود 100 دفعه از الله معذرت میخواه، اشتباه کردم. گوش بگیرن، اشتباه که از یک انسان معذرت میخواهی با معذرتی که از الله میخواهی فرق داره. از اشتباهت که اشتباه در مقابل یک انسان که مرتکب شده، اگر اشتباهت معذرت بخواهی، از اشتباهت یک نوع ذلیل میشه، یک نوع کم میه. از الله اگر معذرت بخواهی بزرگ میشه. از انسان اگر بترسی فرار میکنی ازش، از یک انسان تندخوی و درندخو ازش فرار میکنی، از یک حیوان درنده اگر بترسی فرار میکنی، از الله اگر بترسی به سوی الله فرار میکنی، از یک انسان اگر بترسی
یا از یک حیوان بترسی و حیوان و انسان در دلت متنفر میشه. بدت میه. از الله اگر بترسی الله در دلت محبوب میشه. فرق داره. مکمل رابطه این مخلوق با خالق فرق داره. اصلا لیس کمثله شیء. نیست مانند الله چیزی. رابطه ایش نیست مانند مخلوقات. با این مخلوق یا انسان ها که صدها سال کمکم کنه، یک روز اگر خلاف میلش، خلاف طبیعتش رفتار کرده، 70 سال خوبیت را با یک لحظه فراموش میکنه. الله متعال اگر 70 سال نافرمانی بکنه، با یک توبه صادقانه 70 سال را فراموش میکنه. میگه بیاد بنده ای توبه کار، بنده ای که بازگشت رجوع به سوی من میکنه، بگه دروازه باز است. در درگه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک شب بیا به اخلاص بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. خیلی دروازه ها را میزنه، خیلی دروازه ها را میکوبه. قاری سمت چی تو کنم؟ من تو مشکل دارم، اقتصادم از ضعیف است، ازدواج نمیتونم، مشکلات خانوادگی داره. به او رجوع کن، به او خلیفه است، به او قاری است، به او ملا است، به او دروازه، به او دروازه، به او بزرگ، به او ثروتمند. یک دفعه دروازه الله را خود در بزنه. یک دفعه یک شب بلند شیم دروازه بلاکیف الله را در بزنیم که یک بنده گناهکار و نافرمان و به اصطلاح ما و شما چهار عیب شرعی پشت دروازه هست و یک دروازه‌ای که زیاد دق الباب میشه باز میشه. و جایی که دروازه هست خب حتما امید برای باز شدن است. اگر امید برای باز شدن نمید باز، به جای دروازه دیوار میگذاشتن. خب دروازه به این خاطر است که باز میشه، دروازه توبه به این خاطر است که باز میشه. حرکت کن. از ابو موسی اشعری روایت شده احادیث رسول الله در مورد توبه چی میگه؟ میگه الله متعال از طرف شب ید بلاکیف خود را، این دست بلاکیف خود را دراز میکنه برای او کسایی که از طرف روز گناه کردن، و از طرف روز دست بلاکیف خود را دراز میکنه برای او کسایی که شب گناه کردن. دست بلاکیف الله همیشه دراز به سوی تو بنده. بیا دروازه باز هست، بیا میبخشم. ضرورتون به تو نداره، چی مسلمان باشی چی کافر، یک ذره به پادشاهی خدا تغییر وارد نمیشه. او الله هم، او الله هست، او الله 100 سال قبل هم الله بود، 100 سال بعد هم الله هست، در نهایت و از ابتدا تا به انتهای او الله هم، او الله هست. هیچ تغییر در پادشاهیش وارد نمیشه. الله الصمد بی‌نیاز هست. در حدیث پیامبر وارد شده، زیاد در موردش صحبت نمی کنه. این حدیث را دقیق متوجه باشه. ابو هریره از رسول الله روایت میکنه، میگه این عبدا اصاب ذنبا فقال، میگه وقتی یک بنده گناهی را مرتکب میشه، یعنی ما و تو، این عبدا اصاب ذنبا فقال، وقتی که یک بنده گناهی را مرتکب میشه بعد از او چی میگه؟ یا رب، ای پروردگار، اینی اذنبت ذنبا فاغفره، ما یک گناهی را مرتکب شدم ببخش. الله چی میگه؟ فقال له ربه، الله میگه علم عبدی، بنده ما دانست، ان له ربا، کی ما یعنی خود ما بنده یک رب دارم، کی یغفر الذنب و یأخذ به، که هم گناه را میبخشه و هم توسط گناه کس را مؤاخذه میکنه. پس راه مؤاخذه را نگرفت، راه بخشش طلب کردن را طلب کرد. میگه بارها و بارها این کار را میکنه، توبه میکنه گناه میکنه، توبه میکنه گناه میکنه، توبه میکنه گناه میکنه. یکی قسم توبه هست که یک انسان توبه میکنه به این امید که من باز گناه میکنم، این توبه قبول نمیشه. اینه در حالتی که توبه میکنه در دلش هست که امزی مسجد خارج شدم در یک جای من رشوت میخورم. سبحه بر دست، توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خنده می آید از استغفار ما. این توبه قابل پذیرش نیست. کدام توبه قابل پذیرش هست که اشتباه کردی برای الله بگو که فغفر لی، مرا ببخش، من دیگه اشتباه کردم، دیگه هرگز به این کار بر نمی گردم. بازم اگر ضعیف شده، خطا کرده، برگشته، باز توبه کن. خود تو قصد و عزم راسخ کرده که نمی گردم، ولی بازش از اشتباه شد، باز برگشته، باز برگرد. الله چی میگه؟ میگه غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء یا فلیعمل ما شاء، برای بنده خود گناهش را بخشیدم، هر کاری که انجام بده انجام بده، لا اوبال باکشم ندارم. جرأت به گناه دیگه نکنیم. میگه اگر کدام بنده ای باشه که گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه توبه میکنه، میگه من هم میبخشم و بیبخشم و بیبخشم و لا